کنن، بتونن توی پیش خانواده‌شون باشن، به موقع خونه باشن، به موقع مدرسه برن، به موقع بازی بکنن، این براشون کافیه. یک بار دیگه عاجزانه ازتون خواهش میکنم، از همه دوستانی که دارن تصویر منو میبینن، صدای منو میشنون، به مجموعه‌ای که برای کار کودک دارن فعالیت میکنن کمک کنید، ازشون حمایت کنید. من همیشه تشویق میکنم که این بچه ها مثل گلایی هن که تازه جوونه زدن دیگه، ما وقتی که به اینا آب بدیم، برسیم بهشون، همیشه مواظبشون باشیم، از اینا چه گلای خوشگلی در میاد، چقدر رشد میکنن و چقدر برای من خودم داشتم فکر میکنم چقدر جذاب میشه که این بچه ها یه دونه از توی همه اینا، شاید یه دونه در بیاد، مثلا چند سال دیگه داره توی لیگ بازی میکنه، داره فوتبال بازی میکنه توی رده بزرگسال، اصلا من فکر میکنم خوشحالیش اصلا با هیچی قابل قیاس نباشه که ببینید که کمک کردید که یه آدمی به جایی که میخواسته برسه. فقط همین دیگه، همین، امیدوارم که اگر یه نفرم فقط با حرف من رو گوش بده، لطف کنه به من که این اتفاق بیفته و به این مجموعه کمک کنه، کافیه یه نفر، چون همینجوری یه نفر انقدر زیاد میشن که یه روز انشالله دیگه اصلا ما کودک کار نداره، انشالله که این اتفاق بیفته. جذاب و موضوع خیلی مهمی رو مطرح کردی، خیلی ممنون. سخنور خوبی نیستم ولی سعی کردم. هستی نوع استفاده از کلماتت هم خیلی خاص و من که دارم خیلی لذت میبرم. مهتو جان یه سری سوال متفاوت میخوام ازت بپرسم، خیلی پینگ پونگی به هم جواب بدی. حالا البته میزم بزرگتر از میز پینگ پونگ، خیلی بزرگتر. آره ولی پینگ پونگ اینجا بازی کنیم با هم، میشه روی تنیس بازی کنیم. در دوران کودکی شده بوده که خرابکاری انجام بدی و فرار کنی؟ از این به قول معروف شیطنت های کودکی که 100%، چون من خیلی هم علاقه به فوتبال داشتم، شیشه که شکوندی؟ آره خیلی که در گردن دیگر هم مینداخت یا خودت؟ نه من همیشه معمولا توی دوستان مظلوم تر از همه بودم، یعنی همیشه گردن من مینداختم، گردن کسی نمینداختم. خیلی وقتا هم جا میموندم و نمیتونستم در برم و مقصر میشدم، ولی از همین شیطنت ها بوده معمولا. سعی میکنم که یعنی بعدا که بزرگتر شدم رو خودم کار میکنم که اشتباهاتم رو گردن بگیرم. حالا اینه که مال دوران کودکی طبیعی. آره طبیعیه. اهل سوتی دادن هستی کلا؟ مثلا پیامک متداول بفرستی؟ متداول نه، ولی شده پیش. آره پیش اومده پیامک اشتباه. آره مثلا. آره مهتو جان قهرمان دوران کودکیت کیه؟ فوتبالی به تو. آره عاشق به تو بودم، بچه که بودم همیشه بازیش رو دنبال میکردم. اوجشم که جام جهانیه 94 خیلی خوب بود، یه گل خیلی خوشگلم به هلند زد. بله با زانو جدا کرد، یه شوک داد، 5 متر جا گذاشت. بعد همیشه برام جذاب بود که با اون فیزیکی که داره ولی خیلی خوب بود. آره منم مثلا تو اون سنایی که ایشونو دوست داشتم فیزیکم شبیه ایشون بود، یعنی همه گفتن چقدر ریزه میزه است، چقدر لاغره. بعد من عاشق از همونجا هم شما عاشق شما رو حفظ شدم فکر کنم. یه آره همون گل هم وقتی زد شادی گلش هم آره اون چیز جدید بود برای ما، چون که اون موقع درست میگم سیلوا و روماریو اونم زوج مخوفی بود. خیلی روماریو خودش عجوبه عجوبه بود، بی‌نظیر بود، خیلی زوج جذابی بودن. اون بازی هلند و برزیل 3-2 شد. بله یه دونه هم شوت برانکو زد از پشت، اونم شوت های عجیبه نیست. ماشاءالله میخوام شما اطلاعات فوتبالتون از من بهتر. نه بابا با علی آقای دایی هم کار کردم. بله افتخار داشتم که با ایشون کار کنم. لازم است که من بگم اسطوره فوتبال ایران
بزرگ مرد و من فکر می‌کنم که خیلی از نه اینکه به حقشون نرسیدن توی فوتبال عرض می‌کنم بعد از دوران چه مربیگری فکر می‌کنی که زمانی که سرمربی تیم ملی شدن زمان درستی بود؟ اگر شدن حتما موقع صلاح دیدن که میتونم ولی میام در کل من واقعا خیلی لذت بردم از دورانی که با ایشون کار کردم و خب من با ایشون افتخار اینکه کنارشون بازی کنم.